واحد فولاد سینکیانگ وابسته به گروه فولاد باوو چین به تازگی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده است. این تصمیم به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها در تولیدات این شرکت اتخاذ شده و بر نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در این منطقه و تأثیر آن بر زنجیره تأمین جهانی تأکید دارد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. واحد فولاد سینکیانگ وابسته به گروه فولاد باوچین، بزرگترین تولید کننده فولاد جهان، روز چهارشنبه به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شد. این اقدام به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها در این منطقه صورت گرفته است. این واحد به دلیل نقض‌های مداوم حقوق بشر و استفاده از کار اجباری به این فهرست افزوده شد. طبق قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، کالاهای تولید شده در سینکیانگ به عنوان کالاهایی که با کار اجباری تولید شدند در نظر گرفته می شود، مگر اینکه شواهد قانع کننده‌ای خلاف آن ارائه شود. دولت ایالات متحده به طور جدی در حال مقابله با ادعاهای استفاده از کار اجباری در این منطقه است که به ویژه شامل اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌ها می شود. سینکیانگ بزرگترین تولید کننده فولاد در چین به شمار می رود و در سال 2020 ظرفیت تولید آن به بیش از 10,500,000 تن رسید. انتقادات از چین به دلیل سرکوب اقلیت‌های قومی در سینکیانگ، از جمله زندانی کردن افراد و نظارت جمعی، به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. همچنین گزارش‌ها حاکی از مشارکت این شرکت در برنامه‌های انتقال کار است که به عنوان نوعی کار اجباری تلقی می‌شود. این تحولات نگران کننده می‌تواند پیامدهای جدی برای شرکت‌های خودروسازی که از فولاد و مواد اولیه این منطقه استفاده می‌کنند به همراه داشته باشد و بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین جهانی تأکید کند. در این مورد همراه هستیم با دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران. سلام و شب شما بخیر. آقای دکتر صادقی، با توجه به اضافه شدن واحد فولاد سینکیانگ به فهرست تحریم‌های ایالات متحده به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها، به نظر شما این اقدام چه تأثیری بر رفتار دولت چین در رابطه با نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور خواهد داشت؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. به نظر من با در دهه‌های اخیر با گسترش اینترنت و افزایش ارتباطات و اطلاعات، موضوعات حقوق بشری خیلی با اهمیت شدن و میتونن کشورها رو تحت تاثیر قرار بدن. البته در این زمینه باید ببینیم که سمتی که تحریم میکنن کشورهای غربی و آمریکایی، چقدر این موضوع با منافع حیاتی اونها در ارتباط هستش، و دوم اینکه طرف مقابل چقدر دموکراتیک هست و چقدر حکومت دموکراتیکی داره. معمولا در طرف مقابل که کشورهای مثل روسیه و چین که کشورهای دموکراتیکی نیستن، زیاد به این موضوع توجه نمی کنن، ولی به هر حال در دنیای امروز نمیتونن بی توجه از کنار این مسائل رد بشن و حتما اثراتی خواهد داشت. منتها اینکه چقدر اثر داشته باشه باید دید، که چقدر این موضوع در ارتباط با منافع حیاتی طرف تحریم کننده ارتباط داره که فشار بیشتری بیارن. ما نمونه هایی داشتیم در اروپا، در به عنوان مثال بحران کوزوو، مسائل حقوق بشری چون ارتباط زیادی با منافع حیاتی اروپایی‌ها پیدا کرد، منجر حتی به مداخله نظامی شد. ولی در این مورد در ارتباط با مسائل داخلی چین خب اهمیت کمتری داره، ولی به هر حال اثر داره. کما اینکه در این حال اینکه کشور چین نشون داده زیاد به این مسائل توجهی نداره و معمولا تلاش میکنه که از کنار این مسائل عبور کنه. بله، از شما سپاسگزارم. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران.